سب کنم آیه نوم و دو دوم سوره شمس که خداوند می فرماید که حقیقتا رستگار شد او کسی که تسکیه کرد نفس خود را، یعنی مطابق دستور الهی حرکت کرد که برای ما مسلمان ها قرآن پاک است. و قد خواب من دساها، و کسی که امو نفس خود را آلوده کرد او برباد و هلاک شد، برای از اینکه از فرمان خدا به دور رفت، امو خلافتی که خداوند برش تعیین کرده بود که تو خلیفه زمین هستی و از خدا فرمان ببری، متاسفانه او را فرمان نبرد. اکثر انسان ها متاسفانه امروز هم اینطور است و این درد است که ولی میکشیم. ولی پلان خدا چی بوده؟ خالق خودش میفهمه. چرا خدا خود میفهمید که بنده در قرن 21 قدر جنایت میکنه به نام دین، به نام دین خود، و اقتداد مبلغ و واعظ و اینا چقدر جنایت به نام دین میکنن که امروز دین اصلی ما که قرآن اسیر ماندن کاملا به مسیر دیگه مسلمان کشیدن و سخت هم مبارزه میکنن در ایرا که اگر بتانن این شعله های نور حقیقت قرآن را خاموش بکنن یا سرپوش بگذارن سرش یا مردم را از راه خدا گمراه بکنن، هنوز کار میکنن. در ایران نامشان مبلغ دین است متاسفانه. برنامه تفاهم در پرتو قرآن بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله. جان مختصر صحبت کنم. بفرمایید. ما در خدمت هستیم. گفتید که بعض خورا و برادران ما علیه اسلام صحبت از نیامیز صحبت میکنن، شما با حالا شما دیگر گوش میکنید. جان میگه من باید گوش کنم. میگه در دختر 4 ساله و یا فاز کنین کافره گفته که این رقم دستش پایی بوده او گفته شما از حالت داره یک وقت موقعی در حتی کافر حتی خود مسلمان به سر مسلمان تجاوز میکنه بر مسلمان گفته شده از خود دفاع کنید شما بیدر میکنید جانی محبوب شما مرم بلی بلی تشکر ما بسید نه بکنه ما از او را باید بایش را برده این مسلمان تجاوز میکنه با این مسلمان هر کس تجاوز بکنه دومی که آقای وسیب نمی سر زیادر خورا برده سر دفتر 4 ساله را اکتاره یا فرس کنیم گفت جان از یا میگن آیت قرآن ما با فارسی خواندم از این خواهی قطعان شما بسید به نماز هم اگر میخونید به فارسی میخونید جان ما اگر امروه ما گفت بزن جان ما آقای امروه ما صحبت کنید ببینید که شما ببینید ما بحث به کج راه نکشانیم برادر گل. ببینیم که آره صحبت 4 ساله خودتان مطرح کردین، آیا اگر او را به عربی بخوانین یا به فارسی بخوانین دو کلان تغییر وارد میشه؟ آیا شما طرفدار 4 سال از دو 4 سال هستین که یک گپ هم میزنین؟ نه اول بو اسلامی گپا سایکن نوای واسه قدر یهود از نصارا هر گروه کس هندو از خود یک عبادت به خود دارن با عبادت خود پابند است. ما مسلمان ها از این گپایی که یعنی کسایی که بازه به خوار میده اینا رو بگید از پایین بنایش کن چه یک شما باید اصلا مسئله قلب نیست عمل هم کار است درست قلب هم کار است عمل هم کار است اینا رو بگید شما قشن بدین چند تایی زیر شما بجا میکنید و دخترای شما با همون لباس های لطف برهنی که میگه شما از اون داشت توسک این لباس اسلامی نیست این لباس افغانی نیست استوفی زیر شما با و کسر زمین مثلی دختر تمام سال همه بحثا هم نمیشده. تشکر میکنم از شما برادر گل. ببینید که من خدمتتان بیان بکنم، من میفهم برادر ما صحبتهای خود دارن نظرات خود میتن، ولی ما بیم که انتقاد کمتر بکنیم، انتقاد کمتر بکنیم. خواهر برادر ما میخواین اسلام واقعا یاد بگیرن از لابلای قرآن کریم، ای که چقدر ما عمل کرده میتونیم، چقدر مسلمان ما عمل میکنن، چقدر میفهمن. ما نگوییم که چقدر فهمیدی، چقدر اسلام فهمیدی، چقدر عربی خوانده میتونی، چقدر. درست است که یک تعداد زیاد مسلمان های ما نمیتونن، شاید هم عربی نمیفهمن، شاید هم نماز خدا که میخوانن کلمات درست شاید ادا نمیکنن، ولی اخلاص درشان است. ولی اخلاص اگر اخلاص با اخلاص هستن رایشان درست است، ولی بیشتر روز تا روز ما باید یاد بگیریم یک چیز بهتر و خوبتر را یاد بگیریم و چیزایی که
اساسی از چیزهای عمده و انگشت نشانه که در زندگی پیدا میشه، باید یک راه حل پیدا شود. که من امروز هم همین برنامه را سر همین مطالب کلیپ های ویدیو محترم دکتر سیرت آوردم، به خاطر همین که چون دوست عزیز هفته پیشتر اونا گفتن نعمت رکایی یک چیزی نگفتن، مرا وادار کردن که حتما باید این کلیپ ها نشان بدم که یعنی از حق دفاع میکنیم. همه برادر ما هستن، همه خواهر ما هستن، اگر مخالف ما هستن هر کار برادر خواهر ما هستن، که اگر ما به سوی قرآن بیم رای ما درست میشه و همه بهتر درستتر خوبتر فکر میکنیم و روایاتی که رنگ قرآن را نمیگیرن پرتینش دوربانینش، اصلا هیچ یاد نکنین، هیچ اصلا تبصرهای هم نکنین سرش که بالا در روایات. روایات خود آقای سیرت محترم هستن، خودشان به زبان خود گفتن که در روایت تضمین نداره. ما این کتابی که 100% تضمین الهی را داره چطور ما به این چنگ نداریم؟ و برادر ما یاد کردنش فکر میکنم شاید قسمت های اول برنامه من را ندیدن، خدمت همه برادر خواهر خود باید یاد بکنم که من برنامه را که مجد میرم شاید یکی دو روز میگیره، یک روز یا امروز یا فردا، من در یوتیوب میگذارم. در یوتیوب اگر برین و وسیق تفاهم وثیق تفاهم نوشته کنین تمام برنامه های من میاید، و اگر وثیق تفاهم نمبر شماره 36 که شماره امروز است اگر نوشته کنین حتما برنامه امروز شما میتونین ببینین و برادر مبشرد معلوم میشه که قسمت اولش ندیدن. برنامه تفاهم در پرتو قرآن بفرمین. بله آقای وسیق، شما ما خدا کردین آقای سیوان رو بسار وقت میدین بابدن خب برادر گلم، من خب گفتم برسان توضیح هم دادم، اگر میخواستم همیال قطع بکنم خب تا برای برادر خواهر دیگه ما شما وقت پیدا شد باید بفرمایید یک کدام نکته داری؟ آقای وسیق شما گوش کنیم یک لحظه، شما بارها گفتین پیغمبر ها از پیغمبر ما از هیچ پیغمبر باید تک نداره. ما همین از اون صحبت شما مرا دلیل چی ساب که من قرآن خودم تلاف کنم و قرآن خودم باید کنم خودم بیام از قرآن خدا امرایت هم قرآن آمده بله. شما آیات قرآن آمده کیف یهد الله قوما کفروا بعد ایمانهم یکی و ما ارسلناك الا رحمة للعالمین. شما میگید هیچ پیغمبر ما از پیغمبر باید وذكر يوم تقول يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي وذكر يوم بره هذا الذي يحوم يقوله يشهر نفره شما رحمت الله علیه و رحمه مردم معاملهی که رسیدید. شما میدونید من براتون آیا چه برتان میگم؟ بسیار تشکر میکنم از شما، چون برای خطای ما پر از دیگران خطایشان رو بگیریم. حالا امید است که متوجه شده باشید. من هم میفهم ای کاش که من میبینم برادر معقولی از برادر است که میتونن قرآن بخوانن، عربیش میتونن بخوانن، خدا همراهشان باشه، خدا سر خود کار کردن، جای خوشی است. ولی این بحثا ای کاش ما بتونیم که بحثا را آرام به پیش بریم، یک وقت کافی باشه که ما اینطور بسیار دوستانه دیبیت بکنیم. من میخواستم از این برادرم سوال بکنم یا برادر خواهرای ما که به می عقیده هستن که پیامبر ما بهترین هست. خب حالا ما برای ما چی که پیامبر ما بهترین هست یا یک پیامبر دیگه بهترین هست، برای ما چی فایده میکنه؟ آیا ما اگر بهترین نباشیم؟ امروز ببینید که قتل انسانهای بیگناه در انسانها در کشورهای خود اسلامی به وضاحت دیده میشه. آیا اینا بهترین ها هست؟ آیا اینا پیرو امو پیامبر هست؟ خود نیستن. ما او را بگذاریم. خدا گفته که خداوند در قرآن فرموده که لا نفرق بین احد من رسوله، ما بین یکی از پیامبرها تفرقه ایجاد نمیکنم. ما نباید فرق بگذاریم، او را به خدا بگذاریم. آیا ما چرا دنبال از این باشیم که والا پیامبر ما بهترین پیامبر هست؟ اگر بهترین پیامبر با پیامبر ما باشه، خواست خدا میفهمه، او شاید باشه، اگر او بهترین باشه آیا ما را نجات میده پیامبر؟ ما را ابدا نجات داده نمیتونه پیامبر خدا، ابدا ما را نجات داده پیامبر خدا نمیتونه. خود چرا ما این ببینیم که قرآن کریم به صراحت یاد میکنه در یکی از سورایی که سوره احقاف از آیه 9، ما کنتو بدم من الرسل، ما یک چیز نواوری در بین رسول نکردیم، و ما ادری ما یفعلو بی ولا بکم، و من هم میفهمم که سر ما چی واقع میشه در دنیا آخرت و سر شما چی واقع میشه. پیامبر خدا اینطور در قرآن کریم حکایت کرده، درسی بر پیامبر و درسی بر ماها که پیامبر نمیت از ما چیز دفاع کرده نمیتونه. او پیامبر خدا، او هم انسان مثل ما و تو است، منتها او پیامبر است که وحی الهی را گرفت.
ما دنبال از این بگردیم که خود ما بهترین باشه. اگر اون پیامبر بهترین پیامبران باشه و امتش بدترین امتها شده امروز که به استثناء یک فیصد بسیار اندک بدترین امت است، بیخی امت گمراه هست هستند. یک فیصدی است که انسانهای خوب هستند، انسانهای قلبای خوب دارند، انسانهای صالح هستند، انسانهایی است که کاملا چیزای خراب نکویش میکنند، انسان هستند که یا با قرآن تکیهشان هست یا هر چیزی که از قرآن میگیرن میآموزن عقل سلیم دارن. امروز یک تعداد زیاد هست که اصلا کاملا گمراه هست، امت اسلام به گمراهی کشانده شده. برادران چی فایده میکنه که ما امت بهترین پیامبر هستیم و ما خود بهتر نساختیم؟ اگر ما میخوایم بهترین باشیم، افتخار بکنیم، ما باید بهترین باشیم. ما نام پیامبران بد کردیم. او پیامبری که رحمت للعالمین است ما او را یک تروریست معرفی کردیم. متاسفانه این حالت امروز ما همتون نشان میده او را، در حالی که رحمت للعالمین قرآن کریم یاد میکنه آیه 107 سوره انبیا. برنامه تفاهم در پرتو قرآن بفرمایید. سلام استاد محترم. و علیکم السلام. شما باز دوباره زنگ زدید برادر گل. متاسفانه قطع کردید. دیگه والا دیگه زیاد برزی که شما اگر اندازگه که از چیز دفاع می کردین، از روایات دختر 4 ساله و 6 ساله هیچ صحبت نکنین، برای اینکه برادر خواهرمون کانفیوز میشه. خب بفرمایید چیز دیگه اگر میگین بفرمایید. یک مختصر مثلا میخواستم برای شما بیارم. اگر بفرمایید بفرمایید مختصر دیگه از صحبت. چرا من دو مثال افتید در خانواده خود ما نه آل جان من ببینید برادر گل من عالمی مثال خود گفتم من تایید نمیکنم استاد. من عرض بکنم خدمت شما، حیاتم نمیدانم، عرض بکنم خدمت شما که شاید بعضی اوقات واقع میشه در خانه و فامیل اینا چیزای واقع شده، شاید یک کار بکنه شاید کار نکنه، ولی ما اصول ما قرآن کریم است. قرآن کریم میگه که نفیش میکنه. دختر باید به سن بلوغ و سن رشد و تکامل خود باید برسه که ازدواج بکنه. و برادر پیشتر هم صحبت کردن مسئله که رضایت آقای کیوان بود فکر میکنه، مسئله رضایت یاد کردن که راضی باشن که بسیار خوب. ولی لا اکراه فی الدین چی معنی میده؟ در دین اکراه نیست. اگر شما دختر راضی نیست و شما را نمیگم برادر گلم هستین، دوستا و عزیزای یک میگم در اگر کسایی که دختر اصلا به سن رشد و کمال نرسیده و او را میگن میخواین که برای چیز بتن و نکاح بتن، خب اصلا جفا کردن، ظلم کردن، برای اینکه او حق از او را سلب کردن و از او چیز گرفتن بدون از اینکه رضایت از او را بگیرن و سن بلوغ برسه، او را خودشان به رضایت خود برای کس دیگه دادن. چون خطای ما روشن است برادر گل و بر ما اشاره کردن خطا شد. در جایی که خطا شد اکثرا استاد مرا خطا کردن جان. نه خطا نشد، منتها برنامه مرا پروگرام خلاص شده. اگر خیلی نیم دقیقه خلاص بکنم. اگر دیدی ندارم که شما متاسفانه بعضی کسایی که مرا جان مرا زدن میتونم. من میشنم آقا استانه بفرمایید. متاسفانه بعضی موقع من میبینم که آدم های مغریز در لین شما میایه. بله. و شما اونا رو بسیار زیاد موقع میتین، حتی دیس بردن نمیتونین قطع کنین. از جمله چیه که یه همشیره ایت آمده بود، یک خانم بعد از تلفنی من که متاسفانه از منطق خرد میزد، ما به اون خانم میگم که تو اصلا در لباسی افغان هستی و افغان نیستی. خب نیدون ببینیم که بازم نباید ما سر یکی دیگه تو نکنی بشکلی که تو اخلاق هم ندارید. نه خب ببینین سر یک سر شخص برادر گلم من به اجازهتان خیلی میکنم گشتین از چیز. من بسیار البته عرض معذرت، تو برادر بسیار خوبی هستی که همیشه زنگ میزنین، مخلصین برنامه هستین، من افتخار دارم سر همه ایتان، سر خوار برادر خود. مگر من تقاضای من ایست که سر شخص، سر فرد اتک نکنیم، سر فرد حمله نکنیم، شخصیت و اینا زید قرآن است. من میخاطر یاد میکنم چرا برنامه ما برنامه قرآنی است، به اساس قرآن ما اجازت داریم که اجازه نداریم که همین مطالب را سر افراد، سر شخصیتشان، سر لباسشان، و انسان ها خودش میفهمه و کارش. و به اون خاطر من قطعان کردم، چون بر من گفتن 3 دقیقه دیگه وقت دارم، من یک خط دیگه را میگیرم. برنامه تفاهم در پرتو قرآن بفرمایید. برنامه تفاهم در پرتو قرآن. آقای وقتی چیل دارین تجیر شما را از کانادو فرمت میکنم. تشکر، خواهش میکنم بفرمایید برادر گلم، 2-3 دقیقه وقت زیاد نداریم.
درست است. من میخواستم همین نظرهای شما رو بدن، برنامه شما رو دیدم راستی بسیار خوش شدم و آقای کیوان هم کیا کردن به خاطر خط نکردن دخترها، واقعا یک چفای بسیار بزرگ از دهت سیاست ها باید همین مسلمان ها زیادتر به خوبی های کارها را میکنن. و یک مورد دیگه هم دمی افغانستان ما حتی دمون زمان گذاشته وقتی ما تصفر بودیم بسیر باشه دیگه همی گواره خسی نکدن پدر ممو وقت میگفت میگفت فودی خانا میگفت شما میکنه کلبه گواره که زمین کلبه میکد بله میگفت شما در حق از اینمی حیوان ظلم میکنی، خداوند در حق شما ظلم میکنن، نکنی همی کاره. بله حتی این امو وقت پدر ما دفاع میکرد میگفت همی کاره نکنی خوب نیست و باید این کار نشه. و یک سوال دیگان داشتم که اگر یک روز دوباره همی سیغه کردن که آیا در دین مقدس اسلام سیغه روا هست یا نیست؟ اگر هست چرا سیغه سیغه نمی کنن؟ اگر نیست چرا شیعه سیغه می کنن؟ ما بردان تشکر بسیار زیاد لطف کردیم برادر گل. ما شما را خواهش میکنم خدا نگهدارتان، روز شما خوش. ما فقط هم قدر میگم که صیغه در قرآن کریم هیچ وجود نداره و ای به شکل که متاسفانه در فقه برادرای تشیع ما ازش سوء استفاده شده. بک بسیار زیاد آیه 24 سوره نساء رو میارن ولی هیچ جای مسئله صیغه کلمه صیغه نامده به این شکل که یاد شوه. اما اگر ما عاقلانه فکر بکنیم فکر میشه که مسائل بسیار واضح است که مسئله ازدواج زن و شوهر وجود هم میشن با هم دیگر چیز میشن، نه که فقط به خاطر یک روز دو روز سه روز ازدواج بکو در رفع شهوت بکو او را بگذار. اصلا این بازی ها در دین نیست و در فامیل اصلا نباید صورت بگیره. و من فقط چون وقت ما تمام است و ما از خواهر برادر خود معذرت میخوایم اگر وقت یک وقت را کم کرده باشم، چون خطا بسیار زیاد بود. اگر به امید از اینکه بتونیم خطای بیشتر را بگیریم، همتان برادر خواهرم هستین. امیدوار هستم که در امان خدا باشین و تا هفته دیگر در خدمتتان باشم. هر کدام شما را به خداوند سبحان میسپارم و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.